مجید گلپور، پژوهشگر روابط ایران و اروپا از پاریس با ما همراه هستن. آقای گلپور، وقت شما بخیر. آکسیوس گفته تهران شرط واشنگتن را برای کاهش تنش در منطقه در ازای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی نپذیرفته. آیا مسائلی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید مطرح کرده که حل نشده همینه یا موارد دیگه‌ای رو شامل میشه؟ با سلام به شما، عیدتون مبارک. ببینین، یکی از مسائل اینه، ولی اجازه بدین من یک روش بسیار سریع رو پیشنهاد بدم. ببینین، به لحاظ سیاسی بر له و علیه این مسئله، یعنی جایگاه سپاه پاسداران در این توافقاتی که در راه، میشه خیلی صحبت کرد. ولی مسئله مرکزی اینه که اگر آقای بایدن، که اساساً برگشتشون با مسئله ایده برگشت آمریکا به معنای برگشت دیپلماسی و برگشت حاکمیت قانون، میدونید آقای بایدن یکی از قدیمی ترین به اصطلاح سیاسیون آمریکا هستن که تمامی پرونده های بسیار بسیار پیچیده من جمله خود عراق و من نمیخوام تو این بحث زیاد برم، اگر ایشون به لحاظ دیپلماتیک موفق نشن این مسئله رو حل کنن، مطمئن باشید دیگه این مسئله راه خروجی نداره. و به لحاظ دیپلماتیک این مسئله قابل حل، یعنی اگر جایگاه سپاه پاسداران میخواد مورد مذاکره قرار بگیره، خب این جای خودش باید باشه، نه در قلب مسئله هسته ایران. سپاه جایی در مسئله تحقیقات هسته ایران نداره، نه به لحاظ تکنولوژیک، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ ژئوپلیتیک، برعکس مسئله رو حادتر میکنه. بنابراین اون چیزی که الان مسئله مرکزیه، روند مذاکرات برجامی به انحراف داره کشیده میشه و اینجا خود آقای عبداللهیان، شما تیتر به اصطلاح وزیر امور خارجه ایران رو به ایشون دادین، ایشون باید تصمیم بگیرن. وزیر امور خارجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستن، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هستن، یا وزیر امور خارجه ایران هستن. این سه تیتر به اصطلاح مبانی حقوقی گوناگونی داره و در شرایط کنونی به وزیر امور خارجه ایران نیازه که مسئله بتونه تفکیک بشه و با نیروی بزرگترین نیروی حداقل نظامی و اقتصادی این جهان سر این مسئله بحثایی که اساساً چالش برانگیزن رو کنار گذاشته بشه و سریعتر بتونه این پرونده به جایگاه اصلیش برگرده. آقای گلپور، این موضوع سپاه پاسداران به هر حال موضوع مهمی مطرح شده. چقدر مخالفت جمهوری خواهان آمریکا و البته اسرائیل و برخی کشورهای عرب منطقه با خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی بر موضوع رویکرد دولت بایدن الان تو این وضعیت که حالا مثل اینکه مسئله اصلی برجام شده اثر میذاره؟ بسیار خانم خوابشون رو کم کرده. ایشون این پرونده رو تو اروپا با خودشون آوردن. میدونید ایشون یکی از اون به اصطلاح پدرخوانده‌های مولتی‌لاترالیسم هستن. مولتی‌لاترالیسم آمریکا یعنی اینکه پرونده باز میشه، توضیح داده میشه و در مورد تصمیم گیری تصمیم گرفته میشه، ولی شرکا در این تصمیم گیری دعوت میشن شرکت داشته باشن. اروپا همیشه این نقش رو داشته. ایشون این پرونده رو نتونسته تو واشنگتن حل کنه و الان برده بروکسل. بنابراین خیلی مسئله حاد شده. ابهامی که شما صحبت میکنین مطبوعاتی نیست، واقعا حقوقیه. نمیدونن چی کار کنن، کجا بنشونن این مسئله رو. و من امیدوارم که خرد جمعی در ایران هرچی بیشتر رشد کنه و ما بتونیم تفکیک کنیم. من دیروز در تلویزیون شما یه مصاحبه خیلی سریع داشتم. واقعا مسائلی که از روایت‌های میدانی به عنوان حقوق بین‌الملل خودشو داره جا میزنه، آدمو واقعا شوکه میکنه. امیدوارم این بحثا بتونه جای خودشو پیدا کنه و ما ایرانیان بتونیم جایگاه تاریخی خودمون رو در این به اصطلاح روند عمومی اوضاع به دست بیاریم. آقای گلپور، به بحران اوکراین هم بپردازیم، اثراتش بر مذاکرات وین. آیا جنگ در اوکراین اثری در مذاکرات به نظر شما داشته و چقدر بر موضوع جمهوری اسلامی اثر گذاشته؟ خب آمریکا میگه نه، نباید داشته باشه. روسیه میگه چرا، میتونه داشته باشه، زیر میز ما میتونیم متاثرش بکنیم. و الان بستگی به این داره که مردم ایران چی میخوان. ما وارد یک به اصطلاح باز تعریف نظم بین الملل شدیم با یک ما گذشته. امروز واقعا تجاوز نظامی روسیه که بزرگترین شکست رو برای خود آقای پوتین خواهد آورد، داره نظم جهانی رو متزلزل میکنه. ولی در عین حال تحکیم حاکمیت قانون، تحکیم حقوق بین الملل داره صورت میگیره. و در این رابطه باز به خرد جمعی ایرانیان برمیگرده تا چه حد ما میخوایم این جایگاه رو برای خود داشته باشیم. سپاسگزارم از شما، مجید گلپور، پژوهشگر روابط ایران و اروپا از پاریس مهمان ما بودید.